کبد شما چند سال سن دارد؟ طبق یافته‌های علمی، کبد بعد از آسیب دیدگی میتونه خودشو بازسازی کنه. اما اینکه آیا این توانایی با افزایش سن از بین میره، مدت‌ها ناشناخته بود تا اینکه یه مطالعه جدید نشون داده که سن روند بازسازی کبد رو کند نمی‌کنه. حالا میخواد 20 ساله باشید یا 80 ساله، کبد شما به طور متوسط تنها 3 سال سن داره. همراهان تکسان تیوی سلام. یقیناً براتون جالبه که بدونید کبد انسان به همراه بقیه اندام‌های درونی بدن اون پیر نمیشه و فرق نمی‌کنه انسان چند سال سن داشته باشه، کبد اون همیشه کمتر از 3 سال سن داره. با ما باشین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم، ولی قبلش لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. کبد وظیفه خطرناک سمزدایی بدن رو به عهده داره و به دلیل قرار گرفتن منظم در معرض سموم، خطر آسیب بیشتری نسبت به بقیه اندام‌ها داره. برای حفظ سلامتی ما در طول زندگی، کبد ظرفیت بازسازی قابل توجهی رو ایجاد کرده که در بین اندام‌ها منحصر به فرده. اما اینکه دقیقاً چه جوری این شاهکار رو انجام میده و اینکه آیا با افزایش سن کند میشه یا خیر، یه راز باقی مونده که مدل‌های حیوانی قادر به روشن کردن اون نیستن. بازسازی کبد. دانشمندان با استفاده از مدل‌سازی ریاضیاتی و روش دیگه‌ای به اسم تاریخ تولد رادیوکربنی تونستن کشف کنن که کبد انسان همیشه در حال بازسازی خودشه و این فرایند بازسازی ارتباطی با سن انسان نداره. بازسازی در کبد به عنوان عملکرد اصلی و اولیه شناخته میشه و توی این فرایند مواد سمی از بدن خارج میشن. خروج مواد سمی عوارض جانبی خودش رو روی کبد داره، ولی این اندام توانایی منحصر به فردی توی بازسازی خودشون بعد از آسیب دیدن دارن. بنابراین چه انسان 20 سال سن داشته باشه و چه 84 سال عمر کرده باشه، کبد اون کمتر از 3 سال سن داره. توانایی تولید سلول‌های جدید. محققین توی مطالعه انجام شده برای کشف این یافته نمونه بافت بیشتر از 50 نفر که بین 20 تا 84 سال سن داشتن و برداشتن و آنالیز کردن. اونها فهمیدن که سلول‌های کبد به صورت مداوم در طول زندگی انسان بازسازی میشن. حالا هرچقدر سن انسان بالاتر میره، توانایی تولید سلول‌های جدید توی بدن اون کاهش پیدا میکنه. ولی در این مطالعه ثابت شده که این موضوع در مورد سلول‌های کبد صحت نداره. انجام مطالعات در مورد سلول‌های کبد حیوانات باعث شده بود نتایج متناقضی به دست بیاره. ولی الان تا حدودی میشه گفت نتایج این مطالعه در مورد انسان کاملا درسته. سن سلول‌های کبدی. دانشمندان ثابت کردند که سرعت بازسازی سلول‌های مختلف کبد یکسان نیست، بلکه به عنوان مثال تعداد کمی از سلول‌ها تا 10 سال عمر می‌کنند. به گفته دانشمندان، سن متفاوت سلول‌های کبدی بستگی به تعداد کروموزوم‌هایی داره که هر کدوم از سلول‌ها با خودشون حمل می‌کنند. اکثر سلول‌های درون بدن انسان دو کپی از کل ژنوم انسان رو توی خودشون دارن، در صورتی که درون سلول‌های کبد بیشتر از دو کپی از DNA انسان وجود داره. دانشمندان با مقایسه سلول‌های معمولی کبد با سلول‌هایی از کبد که از نظر DNA غنی‌تر هستن، فهمیدن که بین نرخ بازسازی این دو نوع سلول تفاوت‌های بنیادی وجود داره. سلول‌های معمولی هر سال یک بار بازسازی میشن، ولی سلول‌هایی که از نظر DNA غنی‌تر هستن به مدت یک دهه در کبد باقی میمونن. دانشمندان به کمک همین روش در حال کار کردن بر روی نرخ بازسازی سلول‌ها در بقیه اندام بدن مثل قلب هستن و امیدوارن بتونن اطلاعات جالبی در این زمینه پیدا کنن. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگین علائم کبد چرب چیا هستش؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.